سلام دوستای نهایت گرامی، سال نوتان مبارک. خواستم که دمی سال نو، دمی شب سال نو، یک آهنگ فرمایش یک برادر مارم برتان کار کنم. او بانو بانو جانم، یک بار دیگر خوش آمدید به مکتب احمد زاهر و چینل یوتیوب سید زبیر نصیب. دوستای نهایت گرامی، ای آهنگ احمد زاهر که هست، فرقش از دیگه آهنگا چی است؟ بسیار مهم است این نقطه را در فکرتان بگیرین. بعضی از آهنگای احمد زاهر یک دو یا سه یا چهار خواندنش است که در قسمت نغمه دوستای عزیز گده است، تال گده، اما در قسمت خواندن آهنگ تال تبله چی میگن دادره است. از او خاطر دوستای عزیز کت تبله نواز که بشینین، اگر شما اگر او تبله نوازی نمیگپ نفهمه و شما نفهمین، بسیار گپتان خدا نخواسته زار میشه. به خاطر ازی که وقتی که شما نغمه ازی را بنوازین، او مردکه برتان گده میزنه. وقتی که برتان گده نواخت، خواندن که کت شروع کنین تا آخر، خواندن باز تبدیل میشه به دادره. چرا گده و دادره هیچ وقت یک جای خوانده نمیشه. مثلا دوستای عزیز کروا و گده میشه. به خاطر چی؟ کروا و گده که از دوستای عزیز، کروا و گده، خودمی گده تیز کرواست، امی تال گده که هست که تیز که میشه، بازوره گده میگن. ایندیا اصلا هیچ تال گده را به نام گده نمیشناسن. امی گده افغانی را که بر ایندیا نشان میدیم، میگه ای دفرن ورژن کرواس و راست هم میگن. اینال دوستای عزیز و افغان هم گپ غلط نزدن، کار خراب نکدن، چون امی گده تیز که میشه، او را کلش نامش گده ماندن، سلوها را به نامش کروایات میکنیم. هنوزم اینال دوستای نهایت گرامی، ای بسیار نقطه مهم است که در این نغمه ازی که کار میشه، تال گده باید کار شود. باز چون احمد زاهر او وقتا که بود از کیبوردای نبود که مثلا یک دفعه کیبورد چالان کنه خودش تبله زده بره، او وقتا جازبند نوازش هم لایف بود، تبله نوازش هم لایف بود. وقتی که اگر آهنگ کار میکرد، وقت گروه هنری از او میفهمید که ما باید در این قسمت گده کار کنیم، باز بعد از او دادره. اینال سعی کنین دوستای عزیز، ما براتون یک دفعه تال گده و کروار چالان میکنم که صدای کروا و گده چه رقم است. خب دوستای عزیز، اینی تال سعی کنین. کروا. اینال سعی کنین که فرقش از گده چی میشه؟ تیز که میشه؟ اینی تال که از گده است دوستای عزیز. مثلا آهنگای گده و کروا میتونی که هم در کروا بخوانی هم در گده، اما یک آهنگ که در گده و در کروا باشه، در که گده و دادره باشه، هیچ وقت خوانده نمیتونی، به خاطر از این که دو تال مختلف است. مثلا سعی کنین من یک خواندن کروا و گده را یک جایی براتون کار میکنم. اگر کروا هم بخوانی همونطور خوانده میشه، میتونی بخوانی، صرف اسپیدش فرق میکنه. سعی کنین وضعیت آهنگای احمد زاهر یا ساربان زیادش از احمد زاهر مخصوصا گده و کروا زیاد آهنگایش است. مثلا Don't you
مگر دوستای عزیز خواندن که سرش گده باشه و زیرش گرواشه و او هیچ وقت یک جای نمیشه اما در نغمش میشه. اینا لینمی آهنگی که آمد زایر خدا بخشش برای امی او بانو بانو جانان کار کرده، نغمش سر ازی که است تاله که گده است. سعی کنین چه رقم است؟ این قسمت که میرسه باز او چی میکنه؟ باز بعد از او چی میشه دوستا عزیز؟ اینال یک لحظه اینال دوستا عزیز من در کیبورد خود اتر در یک واریشن اتر ندارم که مثلا تا نوز اتر بر خود پروگرام نکردیم چون یک دو خواندن آمزایر است که رنگ است. من نخواستیم که کیبورد از خاطر دو خواندن مثلا تغییر بتم که ولی در آینده تصمیم دارم که در یک تکمه یا در یک بطن مثلا تال چیره گده را اپلود کنم و در دگیش دادره را کمی نخمه خلاص شد باز گده را چالان کنم و اما میتانم اجمل برادرم که بگویم و برم پروگرامش میکنم. اینال دوستای عزیز ای آهنگ برتان کار میکنم منتها وقتی که من باز امرای ارمونیه برتان کتی تال دادره کار کردم باز من نمیتانم که نخمیشم امو یک رقم دیم چون بیسار میشم. اینال سعی کنین اگر من میره تنها در گده برتان کار کنم سعی کنین چقدر پیشخند میره اگر خواندنشم تنها در گده کار کنم. سعی کنین نخمیش سعی میره سعی کنین چون بعد از این قسمتش که از باید دادره باشه تال اینال یک لحظه که من پس در تالای خود برم دادره اوکی دیگه خدا کنه که فامانده تانسته باشم. من میفهم که یکان دفعه مشکل میشه براتان اما باید اینمی رقم باشه که اینمی رنگ است و ما رای گریز هم از این نداریم. اینال نخمیشه براتان یاد میتونم
اثر کار میکنیم. باید یک پرده بالاتر بیه، چون من که میخوانم یکان وقت مطلع فکر میاد باری گفته از صدایت میکنم من فیروز با نوتانه سرم را خاک راحت میکنم من فیروز با نوتانه تو نگری اگل سویم ای جان فیروز بانو جانا دل خود را فدایت میکنم من فیروز بانو جانا دل خود را فدایت میکنم من نی همه تر بوده ما فکر کردم اینی پردام میامده مگر نی نبوده. خب دوستای عزیز دیگه چیزی که در دیگه است در چمچمه یک دفعه براتان میخوانمش. دوستای عزیز و گرامی، زیادی وقتایی که من آهنگار براتان درس میتم وقتی که میخوانم بابا ای خاطر نمیخوانم که من برای شما باید بخوانم یا بگوین والا عیسی که یالی آواز خسته کنه زیر کی گوش میکنه. من صرف دوستای عزیز بخاطر ازی که یعنی براتان ببینین که وعده که باز آدم بخوانش کدام پردار میگیری بر اکسپریانس و بر همو تجربه تان. دوستای عزیز ولی اگر نشته کنین در کامنت ها که باید ازی تنها درس بتی بایداره نخوان، هنوز کارم آسان میشه، لطفا نشته کنین، من دیگه نمیخوانم تنها درس شمیتون. او بانو بانو جانا، او شهر بانو جانا دل مرا بسته ای و تاریکی سوزانه
دل مرا برده ای و چشم ابرو جانا اوه بانو بانو جانا او شهر بانو جانا دل مرا بسته ای و تاریگی سو جانا دل مرا برده ای و چشم ابرو جانا دوستا عزیز وقت نغمیش که میرسه ما دیدین که یک نغمی به حساب از دل خود دهی مندازم چون ده تال دادره جور میه اگر این حال مثلا اگر تالای ما همونطور که براتان گفتم که درست باشه یا طبل نواز لایف کتمشته باشه یا جازبن نواز لایف ما بر از اوها میگم که در قسمت نغمه شما گده بره ما بزنین بنوازین و در قسمت آهن که میرسه دادره بانو جانا او شهر بانو جانا دل مرا برده ای و چشم و ابرو جانا دل مرا بسته ای و تاریکی سو جانا او بانو بانو جانا او شهر بانو جانا دل مرا بسته ای و چشم آها دل مرا بسته ای تاریگی سو جانا او بانو بانو جانا او شهر بانو جانا او بانو بانو جانا او شهر بانو جانا دل مرا برده ای و چشم و ابرو جانا دل مرا بسته ای و تاریگی سو جانا کنی گری اگلی گو برس
سویم ای جان بیروز دبانو جانا دل خود را فدایت میکنم من بیروز دبانو جانا بیروز دبانو جانا او بانو بانو جانا او شهر بانو جانا دل مرا بسته ای و تاریکی سوزانا دل مرا برده ای و چشم و ابرو جانا دل مرا برده ای و چشم و ابرو جانا چشم آبرو جانا های 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 سالک نوتان مبارک دوست کایم خدا جان یارتان.